گریه نکنی. چطوری گریه نکنم؟ الان این مادر چطوری تصمیم بگیره کدومشون رو نجات بده؟ خیلی ناراحتم، خیلی. واقعا خیلی خوششانسی. خیلی از بچه ها هستن که چندین سال دکترن اما تا حالا عمل پیوند اعضا رو ندیدن. آره دیدی پسر، دیدی؟ بعد به من میگی چه زبونشو میداری؟ ببین توی یه روز هم پیوند قلب هم پیوند کبد داریم. برو دعا کن پسر، دعا کن. شما چیزتون شده خوبین؟ واقعا حالمو بد کردین. اونجا دو نفر دارن جون میدن، این بیرونم یه نفر مرده. اون وقت شما برای عمل جراحی هیجان زده شدین؟ چون قراره اینو ببینین خوشحالین. من دیگه نمیتونم بیشتر از اینجا رو تحمل کنم. ای بابا دختره رو ناراحت کردی. سعی کردم خودم رو زود برسونم. کنار کافه اسما یه تصادف شد، مجبور شدم مداخله کنم. یکی از بچه ها مرگ مغزی شده، خواهرش هم تو مراقبت های ویژه است. اگه بتونیم قلب و روی یه داداششو بدیم به خواهرش، دختره میتونه زنده بمونه. خانواده‌اش اجازه دادن؟ باباشون تو تصادف مرد، مادرش هم حالش خوب نیست، هنوزم فکر میکنه بچه هاش زنده میمونن. چی کار میتونیم بکنیم؟ باید مادرشو متقاعد کنیم، باید بهش بگیم اگه از یکیشون نگذره جفتشونو از دست میده. یعنی باید یکیشونو نجات بده و مرگ اون یکی رو تماشا کنه. برای چی منو خبر کردی؟ برای چی خودت باهاش حرف نمیزنی؟ نمیتونم حرف بزنم ایلول، این بار من به کمک تو نیاز دارم. باشه بریم، وقتو تلف نکنیم. سمد مریض کجاست؟ مریض اینجاست دیگه. اه دکتر اینجا بود، سرومش هم خودم زدم، به خدا اینجا بود. میفهمم برای چی عصبانی شدی، اما تو هم باید ما رو درک کنی. ما دکتریم، همه ی این مریضا باعث میشن ما دکتر بهتری بشیم و دکترای خوب بیشتر به مردم کمک میکنن. یعنی ما به خاطر درد و مشکلات مردم خوشحال نمیشیم. اوائلش یکم عجیب بود، اما به مرور زمان باید این خط قرمز رو مشخص کنی. یعنی مجبوری مشخص کنی تا دکتر بهتری بشی. دکتر وقتی که تیغ جراحی دستش میگیره باید خیلی دقت کنه، چون زندگی آدم ها به تیغ جراحی اون بستگی داره. زندگی. اینو من نگفتم، یکی از دانشمنده گفته. دکتر یه زنه رفته پشت بوم، میشه بری نگاه کنی؟ چی؟ رفته پشت بوم. این زنه کجا رفت؟ ای بابا اینجام که نیست، هیچ جا نیست، کجا رفته آخه؟ دکتر این زنه به زور سر پا بود، کجا میتونه رفته باشه آخه؟ نکنه رفته بالا سر بچه هاش؟ اونجام نیست. دکتر علی، دکتر ایلول، اسم تو اینجا چی کار میکنی؟ حسن نپرس. دکتر یکی رفته پشت بوم. پشت بوم؟
مینه وایسا 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 جلو نرین، یه وقت میترسه. دکتر علی راست میگه، من باهاش حرف میزنم. ایلول مراقب باش. مینه، اسمت مینه بود؟ آره. از اینجا برو. باشه، ولی بدون تو جایی نمیرم، تو هم باید با هم برو. نمیتونی جلوی منو بگیری. وایسا نیا. باشه نیا. باشه باشه برو. باشه نیا. باشه خیلی خوب، برو کنار. باشه برو. نمیتونم شاهد مردن پسرم باشم، نمیتونم اونو خاک کنم و خودم زندگی کنم. نمیتونی فرار کنی، باید قوی باشی. نمیتونم، نه من نمیتونم. اگه از اینجا بپری فقط تو نمیمیری، دخترت هم میمیره. میفهمی؟ به جز تو کسی نمیتونه اجازه بده تا عمل پیوند اعضا انجام بشه. من مادرم، مادرم، مادر. چطور میتونم اجازه بدم قلب پسرم رو در بیارن؟ اما دخترت با اون قلب زنده میمونه. یه بار دیگه به دخترت زندگی ببخش. نمیتونم اجازه بدم بچه‌مو بکشی. میدونم، درکت میکنم. چطوری درکم میکنی؟ تو میفهمی وقتی یه مادر بچه‌شو از دست میده یعنی چی؟ ها؟ ببخشید، حتی نمیتونم تصورشو بکنم. اما خوب میدونم بدون مادر بزرگ شدن، بدون مادر زندگی کردن یعنی چی. دخترت بهت نیاز داره، میفهمی؟ خیلی بهت نیاز داره. دستتو بده من، زود باش. خبر بده مدارک آماده کنن، زود باش. چشم دکتر. ایلول ممنونم، بهت بدهکارم. نیستی، اما اگه بخوای تعریف کنی گوش میدم. در ضمن نتونستم بهت بگم، مریضی که تو کافه بودم به هم زنگ زد، وقتی اومدم اینجا مرده بود. چی؟ بعضی وقتا بدویی هم نمیتونی برسی. میدونم، من فکر کردم با یه بهونه فرار کردی. نمیدونستم یه همچین چیزیه، تصورشو نمیکردم. مریضی که به هم زنگ زد همونی بود که به بابا چلی کرد. من فقط به یه نفر حساب پس میدم، اونم به اون خانم دکتره. کدوم خانم دکتر؟ ایلول. ایلول؟ چطوری مرده؟ نفسش بند اومده. باورم نمیشه. ببین من به چه روزی افتادم. به جای اینکه بیای بپرسی حالم چطوره، اومدی در مورد ایلول ازم میپرسی. نمیفهمم چرا انقدر عصبی میشی. فقط دارم چند تا سوال در مورد زندگیش تو مارماریس میپرسم. داری در مورد مادر بزرگش میپرسی عیاز؟ چی میخوای؟ میخوای شماره شناسنامه‌ش هم بهت بدم؟ فکر کنم منظورمو نمیفهمی.
مادر بزرگش و بابا جراحی کرده، برای همین پرسیدم چرا انقدر واکنش نشون میدی؟ خوبه، پس برو از بابام بپرس نه از من. اگه در مورد حالمم کنجکاوی باید بگم خوبم، اما شما خوب نیستی. چی داری میگی بهار؟ میگم ایلول، متاسفم که همتونو داره بازی میده و همتون گول رفتارشو میخوری. مراقب حرف زدنت باش، من بازیچه کسی نمیشم. خب پس معلومه تو هم عاشقش شدی. چرت و پرت نگو بهار. به نظر منم خیلی مسخره است، اما بهار بگذاریم. با اجازت میخوام استراحت کنم، میشه تنها باشم؟ دوبله شده در استدیو جم. بابا یه سوال ازت دارم. خیر باشه. اون کسی که تو رو زد سردار، بابا اون یارو ایلو رو از کجا میشناسه؟ چیزی هست که به من نگفته باشی؟ نفهمیدم به ایلول چه ربطی داره؟ نمیدونم بابا، اول یه چیزی دربارش به من گفت، بعدش به خودش زنگ زد. چی بهت گفت؟ چیزی نگفت، گفت فقط میخوام با ایلول حرف بزنم. چی میخواست به اون دختره بگه؟ رفتی دوباره ازش پرسیدی؟ نتونستم بپرسم، برای پرسیدن دیر کردم. مرخص شد؟ نه، فوت کرد. چی؟ منم تعجب کردم بابا، و یه چیزی خیلی عجیب بود، بعد از اینکه با ایلول حرف زده مرده. عجب. فرما رو امضا کرد، عمل جراحی پیوند اعضا شروع شد، کاری رو کرد که هر کسی نمیتونست انجام بده. مادر بودن سخته، هر کسی نمیتونه مادر بشه. مادر شما چجوری بود خانم دکتر؟ آدم وقتی که شما رو میبینه حدس میزنه که خیلی زن قوی بوده. مداد رنگیاتون رو بردارین، کارایی رو که امروز با خانوادتون کردین رو برای من بکشین. مامانم برای اینکه شب و بخوابم برام قصه میگه. من قصه پینوکیو رو خیلی دوست دارم. مامان من تو بانک کار میکنه، صبح میاد منو میرسونه مدرسه و بعدش هم میره سر کارش. من مامانم رو خیلی دوست دارم، برام تخم و مرغ درست میکنه. مامانم رنگ نارنجی دوست داره، بابام همیشه برای اون لباسای نارنجی میخره. هیچی اونجوری که به نظر تو میاد نیست آلب. شاید از این که نمیدونی مادرت کیه زندگی تلان خیلی بهتره. کی میدونه؟ تو هم برو استراحت کن، خسته شدی. آخش، این پیاده رویه صبح خیلی دوست دارم، هوای تمیز و آفتابی. آخش میبینم که کیفت کوکه بابا. چرا؟ نباشه. خوشحال نشدی؟ حتما باید ناراحتم کنیم. چیه؟ سر صبحی مثل برج زهرمار شدی؟ به نظرم تو هم باید ناراحت باشی. بازم سردار؟ ایلول بازم فضولی کرده، تا سردخونه رفته تا جسد سردار رو ببینه. باشه بره، مگه طرف طبیعی نمرده؟ اتفاقا قضیه ایلول برامون خوب شد، به لطف اون زیانو رو میگیریم تو مشتمون. آره اما دیگه چی میخواد بشه؟
نمیتونه که طرفو زنده کنه باهاش حرف بزنه. البته که نمیتونه. اما از همه پرسیده جسد میره پزشکی قانونی، بچه هم گفتن آره و دست به سرش کردن. باشه، یکم منتظر میمونه. در ضمن یه مدت بعدم از بیمارستان بیرونش میکنیم. بگذاریم، امروز تو هم نمیتونی حال منو بگیری. سال هاست که تو سایه زیانور منتظر موندم. اولین کاری که میکنیم پروژه پیوند رو کنسل میکنیم. زیانور؟ اون این اواخر فقط میتونه نوک دماغشو ببینه. باید بیمارستان رو کم کم تو مشتمون بگیریم. تا وقتی اون سر پا بشه قضیه پیوند رو کنسل میکنیم، به جاش جراحی زیبایی رو عملی میکنیم. وای، ما یادمون رفت. الان دیگه خبرنگارا اومدن، بریم. خبرنگارا؟ راجع به قضیه بهار کنجکاون که بابا بدونم. بهار حادثه تلخی رو گذرونده. خب که چی بشه؟ تموم شد رفت دیگه. به دکتر ایلول بگین بیاد. دکتر ایلول، یکی دکتر ایلول رو خبر کنه. خیلی فوری دکتر ایلول، زود باشین دکتر ایلول رو خبر کنه. باشه باشه، یه لحظه جان خان چیزی شده؟ فعال نکن، برو دکتر ایلول رو بیار. زود باش ببینم. باشه باشه. خدا آفرین. زود باشه یکی دیگه، یکی دیگه داره میاد. باز کن باز کن باز کن باز کن باز کن. کافیه دیگه، داری خفم میکنی. حتی دلم برای غر زدنات هم تنگ شده. بگذاریم اینا رو، بیخیال. اوضاع چطوره؟ وقتی من نبودم چی شد؟ یکم تعریف کن ببینم. چیز خاصی نشده، خودت بهتر میدونی دیگه، همون کارای اورژانسی. علی یوسف چی؟ اونم اینجاست تو بیمارستانه؟ آره. آها، اصلا به هم سر نزد. عزیزم شاید مریض داره، سر شلوغه، طرف پروفسوره، یعنی مثل ما نیست که. بهار چی شد؟ بهار سرم فاته، سرم خیلی درد میکنه. زود باش برو به علی یوسف بگو که احتمالاً بعد از عمل شوکه شده. زود باش فاته، برو دیگه. فاته دکتر ایلولو ندید؟ چه دکتر ایلولی، همینطوری هم اعصابم خورده، مگه من نگهبانشم؟ ببخشید خانم دکتر، منظوری نداشتم. خانم دکتر، من دنبال شما میگشتم، باید زود بیاین. باز چی شده؟ اون یارو جهان مافیه یه رو آوردن جلوی در منتظر. جهان؟ بریم. هنوز نیومده، منتظرین. چی شده؟ چرا نمیایین داخل؟ ایلول خانم، اینا رو رئیس فرستاده، خواست ازتون تشکر کنه. این چیه؟ کیکه. با آمبولانس آوردینش؟ آره، ایده من بود. چطور، خوبه؟ پس برای این کار مسخرتون از یه آمبولانس استفاده کردین؟ آره. تازه من اصلا کیک دوست ندارم. چرا میخندین؟ خنده داره؟ دیگه نبینم به خاطر این کارای مسخرتون بیمارستان آمبولانس رو مشغول کنیم، فهمیدی؟ اما این آمبولانس خودمونه، هر وقت رئیس میخواد بره استادیوم از این استفاده میکنیم، باور کن. اگه یه بار دیگه همچین کاری بکنین، اون وقت دیگه واقعا به اون آمبولانس نیازی ندارین. بی شخصیت ها. اول صبحی اعصابمو خورد کردن. نکن، خیلی خوشمزه است. برو ببینم. باشه باشه. باشه. یه چی میخندین؟ حالا انگار چی شده؟ حالت خوب نیست؟ به
برای مادر ناراحتم، چون میدونم وقتی آخرین بار دست کسی ها که دوستش داری میگیری چه حسی داره. دخترشو بهش میدی، بعد از این اون میشه امید زندگیش. روزتون بخیر. روز بخیر. مینه خانم، من پشیمون شدم دکتر، نمیتونم. نکنین، ما راجع به این حرف زدیم. من اینکه یه بچه‌م زنده بمونه نمیتونم قلب یکی دیگر رو در بیارم، نمیتونم. تو رو ببینین، متاسفانه نمیتونیم برای پسرتون کاری بکنیم، اما دخترتون میتونه زنده بمونه. نه نمیخوام، بذارین ستایی با هم بمیریم. این که نشد آخه، میخواین ستا جون بگیریم؟ وقتی الیف شانس داره میخواین بمیره؟ اما الیف هم اینو نمیخواست، اونم قلب داداشیشو نمیخواست. نه بگو نیاد. مینه، نه مینه، بگین به بچه‌م دست نزنه. آروم باش. ببین وقت نداریم، بذارین بچه‌ها کارشونو بکنن. ببین این کارا فایده‌ای نداره، باید آروم باشی. خواهش میکنم، خواهش میکنم، آروم باش. مینه آروم باش، خواهش میکنم لطفاً. آروم باش، خواهش میکنم لطفاً. تو چشمام نگاه کن و آروم باش. چطوری میتونم قلب پسرمو در بیارم؟ ملم کن، ملم کن. مینه تو پسرتو نمیکشی، تو داری دخترتو نجات میدی، میفهمی؟ داری دخترتو به زندگی برمیگردونی. اگه اجازه ندید جفت بچه هاتو از دست میدی. مینه به خودت بیا، به خودت بیا لطفا. خوبه، خب دیگه آروم باش، آروم. بریم مجید. آروم باش مینه. بیا اینجا، بیا اینجا بشین. یواش یواش بشین، یواش. از کنار این خانم تکون نخور. چشم دوتا. آروم باشین مینه خانم. آروم باشین، آروم. همه چی حاضره دکتر. دوبله شده در استدیو جم. تپش قلبش رو 78، باید عجله کنیم. یکی آسانسور رو بیاره پایین، زود باشی. فشارش رو 180 دکتر. زود یه سی سی دوپامین بزنیم. باشه باشه، تو با متین برو، من الیفو میارم. نورمال شد دکتر. خوبه، بریم.
خب دیگه بسپارینش به من. داداشش کجاست؟ دکتر اونم بردن اتاق پیوند عضو. زود باشین بچه ها، همه چی عالی میشه. دکتر برای پیوند عضو آماده. موفق باشی. الیف چطوره؟ دکتر سلیم داره زنده نگهش میداره. ما هر کاری از دستمون برمی آمد کردیم، الان فقط میتونیم دعا کنیم و منتظر بمونیم. درسته، همه چی خوب میشه، من میدونم. الو، باشه الان میام. دکتر نیلگون رفته اتاق عمل، میخواد من به مریضای پلی کلینیکش رسیدگی کنم. باید برم. تعجب کردم؟ نه. دکتر علی، نمیدونم سرتون خیلی شلوغه، اما دکتر بهار با شما کار داره. چی شده؟ مشکل چیه؟ سرش درد میکنه. فاته، میشه تو بهش برسی؟ چشم دکتر، با کمال میل. منم با کمال میل یه سر میرم پیش بابا. بله، به دور باشه دکتر، روزتون بخیر. ممنون. بی خیال زیانور، نکنه برای کسی که بهت چلیک کرده ناراحت شدی. هر کاریم که کرده باشه اونم آدم بود. اگه به این فکر کنیم که اگه زنده بود چه بلاهایی سرمون می آورد، دیگه ناراحت نمیشی. باهات موافق نیستم. میخوای موافق باشی میخوای نباش، همه یه کسافت کاریامونو میدونست، نزدیک بود همه چی رو لو بده. میتونستیم با حرف زدن حلش کنیم. خیلی ساده ای زیانور، همه یه بلاهایی که سرت اومده به خاطر همین سادگیته. تازه الان همون دختره بلای جونمون شده. کی؟ ایلول؟ آره، خدا رو شکر که فعلا یه نقشه خیلی خوب به ذهنم رسید. این چیه؟ امضاش کن تا ردش کنیم بره. یعنی چی ردش کنیم؟ یعنی اینکه از خودمون دورش کنیم، بره جای دیگه دکتری کنه. چی میگی سلیمان؟ ایلول دکتر خیلی خوبیه، خیلی هم موفقه، هیچ دلیلی نداریم. به اونشم فکر کردم، با شکایت یه بیمار. صفحه دومو ببین، یه فرم شکایت اونجا داریم. وسط خیابون کاسه سر یه آدمو سوراخ کرده. نزدیکای بیمارم چون جون بیمارشون به خطر افتاده ازش شکایت کردن، از همین استفاده میکنیم. همچین چیزی نمیشه سلیمان، برای که جون طرفو نجات داده مجازاتش کنیم. آره؟ اوف، از یه طرف تو، از یه طرف پسرت، همش دارین از این دختره دفاع میکنین. با این کارتون دارین هممونو بدبخت میکنین. پسر من اون دختره رو دوست داره و نباید از این خبردار بشه. تو میخوای نه سیخ بسوزه نه کباب، مشکل تو همینه. پسرم همه چیز منه، نمیتونم از دستش بدم. چیه نمیتونی از دست بدی بابا؟ بابا تو این شرایط هم باز نگران بیمارستان علی آصف، میخواد بلند بشه. تو بهش بگو مگه با این وضعیت میشه؟ خوبم، من خوبم. بابا خوبی؟ آره خوبی، خوبی، بهتر از اینم میشی، اما باید استراحت کنی. نگران نباش، من خوبم، چیزیم نیست. تو بابای منی، بابام. بذار اگه نیاز باشه نگران بشم، نیاز باشه ناراحت بشم، نیاز باشه خوشحال بشم، یکم از بابا لذت ببرم. خیلی ببخشید، دکتر نیلگون رفتن اتاق عمل، برای همین من در خدمتتونم.
مشکلتون چیه؟ وداس دکتر اینجا تویی؟ این چطور ممکنه؟ میشه یکی بیاد اینجا؟ وداس یه حرفی بزن، این داره ما رو بیرون میکنه. بفرمایید دکتر. ببین چی میگم، ما پول دادیم اومدیم اینجا، پول دادیم، کسی نمیتونه ما رو بیرون کنه، میفهمی؟ خانم پرستار بیمار رو ببرین اتاق اماره، بعد از رادیولوژی نتایج رو میخوام ببینم. چشم. برو نفرین. تو رو خدا نگاش کن، حتی تو رومونم نگاه نمیکنه، از ما خوششون نمیاد. نفرین گفتم برو. میبینم که مثل همیشه بدشانسی کنارته، خدا میدونه چی کار کردی که زن بیچاره از ناراحتی سرطان گرفته. چی داری میگی تو ها؟ چی داری میگی؟ دارم حقیقتو میگم، خدا میدونه زن از دست چی کشیده، حالا با کمال پررویی داری گریه میکنی. یه چیزی بهش بگو، تو کی هستی؟ چرا هیچی نمیگی؟ بابا یا فرزند، یه چیزی بهش بگو. از تو هیچی در نمیاد، حالا نم آدم باش و این زن رو ساکت کن. دختره یه بی تربیت، برو گمشو از اینجا. من میرم، اما امیدوارم خودت تقاسه این کار از دخترت پس بگیرم. وای نگاه کن چی میگه. وداد یه چیزی به دخترت بگو، وگرنه یه کاری میکنم. میدونم از بیمارستان پول گرفتی، بی خیال این قضیه نمیشم. تو چی داری میگه ها؟ اون برای تشییع جنازه. من حرفای آدم های بی وجدان رو باور نمیکنم. با همه تون تسویه حساب میکنم، حالا میبینی. بفهمید دختری بیکر بیاد، دیدی بامون چی کار کرد؟ کاری نکن نفرین، فقط طوری برخورد کرد که انگار غریبه. این تو چقدر ساده ای، ما رو رسما بیرون کرد. این چطوری دکتر شد؟ من شک داشتم این اصلا مغز داشته باشه، حالا برای من شده متخصص. موفق شده. چه موفقیتی بابا، خدا میدونه باز کیو چی کار. درست حرف بزن، ساکت شو. باشه ساکت شدم. تا عصبانی نشو، انگار نمیشناسیمش. دبیرستانشم به زور میخوند، حالا اومده برای من دکتر شده. آره گفتم مدرسه یه چیزی یادم افتاد، من یه حرفی دارم که باید به این خودخواه بگم. نسرین مشکلی پیش اومده؟ نه دخترم. ایلول تو نمیتونی با ما اینطوری رفتار کنی، فکر کردی تو کی هستی؟ هان کی هستی؟ مامان بابا جلت وایسادن. چه مادری؟ تو چه میدونی مادری یعنی چی؟ بیچار بیاد. چطوری به این حال روز افتادی؟ چطور میخوای باشه؟ به خاطر بابات انداختیش رو سرمون، رفتی درد و عذابشم منو به این روز انداخت. تو خودت حرفایی که میزنی و باور میکنی؟ تو باور نکنم، از رو ناراحتی شده. تو ناراحتی؟ اصلا باورم نمیشه. عشق چی کار میکنه؟ اون ناراحتت کرده؟ حرف نزن، پشت آدم مرده حرف نزن. آه الان فهمیدم. بیا نسرین دعوا را ننداز، بیا بریم امارای. مغرور خودخواه.
خیر باشه. دزد اومده، چی شده؟ چی؟ میگم این چه وضعشه؟ اینجا چرا اینطوریه؟ مگه اینجا چشه؟ چند تا بشقاب چنگاله دیگه، مشکل چیه؟ خیر باشه، ببینم تو چی خوردی که اینطوری شدی دختر؟ زندگی رو یکم زیادی جدی نمیگیریم؟ همش مشکلات، رابطه ها، فکرهای بعد. خیر باشه، چی شده؟ مغزت زیادی آفتاب خورده؟ میدونی زندگی اینقدر طولانی نیست که بخوای بهش فکر کنی. یه روز پا میشی میبینی داغون شدی. الو الو اسما کجاست؟ الو اسما کجاست؟ همینجا. اما دیروز روز سختی داشتم. معلومه معلومه، اما بهتر جمع جور کن اینجا رو، با این وضعیت اصلا قشنگ نیست. اصلا حال ندارم. از کار خودمه.